هوای استنفورد بسیار بهاری شده است. هنوز زیبایی از آن دست پدیده هایی است که نمی شود به تنهایی از آن لذت برد. من اما همیشه به فلسفه لذت بردن مشکوک بودم. می خواهند هم جنس گرایی را توجیه کنند. می گویند در حیوانات هم هست. فاصله ای بین ما هست که هیچ رابطه ای آن را پر نمی کند. شب تنهاییم در قصد جان بود. الحمدلله مشکلات تا حدی مرتفع شده است. به صورت موقت و سطحی البته. ولی هنوز مثل کسی که روی گسل زلزله ایستاده است، بیقرارم. هوای استنفورد بسیار بهاری شده است. سبز و مطبوع و دلچسب. با پوشی از باران که اهالی اینجا آن را دریزل می گویند. راستش اما نمی گیردم. هنوز زیبایی از آن دست پدیده هایی است که نمی شود به تنهایی از آن لذت برد. من اما همیشه به فلسفه لذت بردن مشکوک بودم. همیشه وقتی خوشحال بودم، حادثه‌ای در کمین بوده و سر رسیده است و به کلی همان خوشحالی لحظه ای را نابود کرده است. این است که همواره در ذهنم با لباسی از خار زندگی می کنم. حواسم هست که اگر اجازه دهم ذهنم کمی قدش خمیده شود یا سست شود، از اطراف به آن خار و خس دنیا هجوم می برد. درست برعکس اینها که تمام فلسفهشان بر اساس لذت بنا شده است. هر کس در زندگی می کوشد تا لذت را ماکسیموم کند و محدوده آزادی در جامعه تا حدی گسترده شده که لذت‌های شخصی با هم در تعارض قرار نگیرد. غرب را بر اساس فلسفه فرویدی بستند، یعنی انسان هر آنچه که هست. اگر غریزه به او میگوید کاری بکن، باید جامعه طوری باشد که بتواند آزادانه آن کار را بکند. میخواهند هم جنس گرایی را توجیه کنند. میگویند در حیوانات هم هست. پس به طور غریزی در انسان هم هست. لذا باید جامعه طوری باشد که آن را محدود نکند. غرب میخواهد کشف کند انسان چه هست و سعی کند جامعه را بر این اساس بسازد. در حالی که انسان در شدن معنی پیدا می کند و نه در هست. اریک فروم نقدی به فروید دارد، همین است. می گوید فروید انسان را در آنچه هست معنی می کند، ولی انسان ماهیتش در شدن است و نه در بودن. راست است، انسان در مسیر تعریف می شود و نه در حال ورود به عالم هستی. و تمام تفاوت فلسفه غرب با اسلام در این است که فلسفه غرب یعنی انسان آنچه هست و فلسفه اسلام یعنی انسان آنچه که باید بشود. و من چقدر فلسفه اسلام را بیشتر میپسندم. چقدر. یکی از تفریحاتم اینجا این است که پرده را پس میزنم و از پنجره وسیع اتاقم خیابان را تماشا میکنم. چای مینوشم و بنان میخواند و چیزی میخوانم و آبران که درگذرند. از خیابان داستان آدم ها را می نگرم، مثل کسی که پس از مرگ به زندگی نگاه می کند. مردی که هر صبح سر ساعت می آید و یک قهوه می گیرد و باقی پولش را هم نمی ستاند و با عجله می رود. زنی که با سگی از کنار استارباکس می گذرد و برای خودش کیک و قهوه می گیرد. پسر بچه ای که با پدرش می آید و در چمنهای اطراف تمرین فوتبال می کند. اهمیت اتفاقات از پس شیشه طور دیگری است. انگار همه چیز در یک قالب تکراری اتفاق می افتد و ما خیال می کنیم که خودمان هستیم.
مثل من که حالا این سطور را می نویسم و می دانم که مثل همین سطور و چه بسا بهتر سالهای سال نوشته شده است. امروز به این فکر می کردم که چقدر دنیای من شبیه همین نگریستن از پشت پنجره به آدم هاست. فاصله ای بین ما هست که هیچ رابطه ای آن را پر نمی کند. انگار که خلق شده ام برای فاصله. دوستانم هم می دانند که آنچه درونم می گذرد علل اغلب خارج از دسترس آنهاست. این است که وقتی بعضیشان این صفحه را می بینند حیرت می کنند که آیا این همین آدمی است که می شناختیم؟ سان فرانسیسکو شهر ناآرامی است. هر وقت وارد آن می شوم اضطرابی می گیردم. باد شدیدی می وزد. هوا گرفته و درهم است. خیابان‌ها شیب تندی دارند و یا شلوغ شلوغند یا خلوت خلوت. نه وارد آن شلوغی می شود شد و نه ترس آن خلسه خلوت را می شود تحمل کرد. هر بار از کوچه خلوتی می گذرم انتظار این را دارم که کسی ناگهان اسلحه‌ای بیرون بیاورد و شلیک کند. احساس عجیبی است، مخصوصا وقتی مسلمان باشی و به صورتت ریش باشد و خاص آن که روزنامه ها را هر روز زیر و رو کنی و آمار قتل ها را در کوچه هایی که می شناسی ببینی. دوستان می گویند در تهران هم آمار غم کشی و درگیری های خیابانی زیاد است، ولی نمی دانند که تفاوت اسلحه سرد با گرم مثل تفاوت تصادف ماشین است و هواپیما. عموماً کسی از تصادف هواپیما جان سالم به در نمی برد و مضاف بر این موضوع، هیچ چیز دست تو نیست تا حادثه از کمین برسد. وقتی ماشین سوار هستی می توان با فاصله زمانی معقولی حادثه را رصد کرد و راننده را از خطر خبر. قدم زدن در کوچه های سان فرانسیسکو مثل نشستن در توپولوف های خسته روسی است در شرایط جوی ناآرام. هر لحظه رگباری ممکن است بگیرد. راستی خدا حافظ است. می دانم. آن روز حادثه که برسد، نه تیری خطا می رود و نه زخمی بهبود می یابد. اگر روزش نباشد، هیچ نمی شود. اینها را می دانم، ولی می دانی یک قدر مقدر است که از پیش نوشته شده و یک قدری است که با اشتباهات و گناهان آدمی پیش می آید. مشهور است که بسیار کمی از آدمیزاد به مرگ مقدر می‌میرند در اثر گناهان و این ترسناک است که عمر آدم با اشتباهات و گناهان کاسته شود و مجبور باشم بی آنکه توشه‌ای برداشته باشم از دنیا بروم. میگویند امام علی علیه السلام از کنار ستون شکسته‌ای به دیوار پناه برد. دلیلش را پرسیدند. فرمود از قضای الهی به قدر الهی پناه می‌برم. این است که مرا نگران می‌کند که در اثر اشتباهات و گناهان که بخشی از آن آلوده شدن به محیط فاسد اینجاست مشمول قضای الهی شوم و اجلم در یک حادثه سر برسد بیان که برای خدا کاری کرده باشم. این که غرق در دنیا باشم و مرگ بیاید و گریبانم را بگیرد. حالا می پرسی پس چرا در خیابانها تنها قدم می زنم؟ دلیلش این است که می خواهم با ترس کنار بیایم. با روش اکسپوژر تراپی. از چیزی که می ترسی با آن روبرو شوی. به این رسیدم که اگر آدم از چیزی ترس داشته باشد، هرگز خالص نمی شود و ریشه اصلی نفاق ترس است. می خواهم با ترس از نزدیک روبرو شوم. به وضوح احساس می کنم روی دلم غباری نشسته است. از همین چند ماه ماندن در اینجا. خدا رحم کند.
ناگزیر از سفرم، ناگزیر از سفرم، بی سر و سامان چون باد. به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد. کوچ تا چند مگر می شود از خیش گوری؟ بال تنها غم غربت به پرستوها داد. این که مردم نشناسند تو را غربت نیست. غربت آن است که یاران ببرندت از یاد. عاشقی چیست به جز شادی و مهر و غم و قهر؟ نه من از قهر تو غمگین، نه تو از مهرم شاد. چشم بیهوده به آینه شدن دوخته ای، عشق آن روز که آینه شد از چشم افتاد. And it's a special one because you told me you once told me that when you came back we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. So it'll be a real good time for you to come back. احساس می کنم زندگی از من فرسنگ ها جلوتر است. در خواب صدای مادرم را می شنیدم از دور. خواب و بیداری هایم اینطور است انگار. فضای اینجا انگار در دل آدم یک دلشوره عجیبی می اندازد. در حالی که بهتر که می نگری هیچ چیز دستت نیست. از شما چه پنهان، به بعضی می گفتم که به زودی می روم و دلتان برایم تنگ می شود.